آقای دایی عزیزم، سلام و عرض احترام منو بپذیرید. سلام دارم خدمتتون، سلام دارم به آقای محمدی عزیز، خوشحالم که در خدمتشون هستم و سلام به همه بینندگان. بسیار ممنونم. اجازه بدید منم به اتفاق شما سلام میکنم خدمت آقای محمدی در نیویورک. آقای محمدی، خوش آمدید به مجموع برنامه های زمان انتخاب. خیلی لطف کردید، من رو دعوت کردید. من هم خدمت شما و آقای دایی سلام عرض میکنم و عرض ارادت میکنم به بینندگان تلویزیون اندیشه. بی‌نهایت سپاسگزارم. خوشحالم هستم که برای نخستین بار در مجموع برنامه های زمان انتخاب افتخار میزبانی شما رو دارم. بسیار سپاسگزارم که دعوت من رو قبول کردید. اما آقای محمدی، از خود شما شروع کنیم. ابعاد خبرهایی که این چند روزه منتشر میشه خیلی متمرکز هست روی قدرت نمایی موشکی سپاه در سوریه. فکر میکنید چرا این موشک ها شلیک شدن؟ آیا واقعا اهداف تلافی جویانه بودند برای حمله تروریستی به تهران، یا نوعی زورآزمایی میدانی، اون هم درست در آستانه روز قدس در ایران؟ من فکر میکنم اهمیت سیاسی پرتاب این موشک ها خیلی مهمتر است از اهمیت نظامیش. البته منابع اسرائیلی اعلام کردند که از 7 موشکی که پرتاب شده 5 موشکش اصابت نکرده به هدف، 3 موشکش حتی به خاک سوریه هم نرسیده و 2 موشک هم در فاصله چند کیلومتری در اون منطقه به زمین افتاده. ادعاهایی که جمهوری اسلامی میکنه که میتواند در موشک های دوربرد حرفی در دنیا داشته باشه، حداقل این عملیات نشون میده که چندان هم این گونه نیست. این موشک ها ادعا این هست که تا 700 کیلومتر برد داره و بسیار دقیق هست، در حالی که فاصله ای که بوده حدود 450 کیلومتر بوده. حتی با فاصله کمتر خیلی این موشک ها دقیق عمل نکرده. من تصورم این هست که این موشک ها، اینها ادعا میکنن که اینها ساخت ایران هست، اما به احتمال خیلی زیاد با توجه به شواهد و قرائنی که وجود داره، بخش قابل توجهی حالا یا اجزایش یا خود موشک ها از کره شمالی اینها خریداری شده. به احتمال خیلی زیاد، با قطعیت نمیشه گفت، ولی به احتمال خیلی زیاد اینها موشک های خریداری شده هست. و خب آقای خامنه ای همونطور که ادعا میکنه که طرف داعش در تهران ترقی بازی کرده، آقای خامنه ای هم پول نفت ایران رو مشغول موشک بازی هست و اینها رو پرتاب میکنه. این که توضیح خدمتتون عرض کردم که اهداف سیاسی این موضوع با اهمیت تر هست نسبت به اهداف نظامیش، در واقع جمهوری اسلامی میخواد بگه که اسرائیل در تیررس موشک جمهوری اسلامی هست، عربستان در تیررس موشک های جمهوری اسلامی هست و در واقع نوعی تهدید برای عربستان و اسرائیل هست که اینها کشورهای همپیمان ایالات متحده هستند. بیشتر زورآزمایی است در برابر نیروهایی که جمهوری اسلامی رو یک خطر منطقه‌ای تصور میکنن و واقعا هم اینطور هست. جمهوری اسلامی در طی 5 سال گذشته بالاخص در سوریه و عراق نشون داده که یک خطر جدی منطقه‌ای هست. در تمام مناطقی که تنش وجود داره جمهوری اسلامی حضور داره. مردم سوریه نه حمله‌ای به ایران کردن، نه عملیاتی علیه ایران داشتن، اما جمهوری اسلامی 5 سال هست که در همکاری با بشار اسد حدود 450 تا 500 هزار نفر از مردم سوریه رو به قتل رسونده. جمهوری اسلامی به نظر من هیچ جایی برای حضور در سوریه نداره غیر از جاه طلبی و غیر از کشورگشایی. متاسفانه بسیاری از ایرانی ها که خوشحال میشن از این گونه عملیات، حالا از قضایای انسانیش بگذریم، در همین تلویزیون جمهوری اسلامی مجری برنامه کودک با شور و شعف صحبت میکرد که خیلی خوشحالیم که موشک‌ها پرتاب شد و ما تونستیم صدها نفر رو در سوریه بکشیم. از قضایای انسانیش که شما بگذرید، جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه امروز واقعا به نظر من به یک مبدع در واقع تنش تبدیل شده و این رو بسیاری میگذارن به حساب اینکه غرور ملیشون داره تقویت میشه، کشورشون داره کشورگشایی میکنه، نفوذ داره ایجاد میکنه. این هم فقط در
طرفداران پروپاقرص حکومت نیست، بخشی از اصلاح طلبان همین گونه هستند. حتی برخی از نیروهای ملی هم در سالهای اخیر من دیدم که به دلیل دشمنی که با اعراب دارند، که یک دشمنی کاملا بیهوده و بیپایه‌ای هست، حالا اگر اعراب 1400 سال پیش به ایران حمله کردند، امروز راه و روش اداره کشور این نیست که شما با یک قومی، با ملتی، با مجموعی از ملت‌ها دشمنی‌های دیرینه و تاریخی و پدرکشتگی داشته باشین. اما در میان بخش‌هایی از جمعیت کشور متأسفانه این گونه رفتارها با استقبال مواجه شده و متأسفانه توجه نمیشه که اینها برخلاف منافع ملی است، برخلاف امنیت ملی کشور هست که ایران بیاد و موشک‌های رو از جای دیگه دنیا یا مستقیم خریداری کنه یا اجزایش رو خریداری بکنه، اینها رو در کنار هم مونتاژ کنه و بعد پرتاب کنه بر سر ملت‌های دیگر در جایی که واقعاً جمهوری اسلامی یا مردم ایران یا کشور ایران هیچ گونه کسب و کاری نداره. درسته. بسیار ممنونم جناب آقای محمدی. برمیگردم بهتون، بس رو هم ادامه خواهیم داد. آقای دایی، صحبت‌های آقای محمدی رو هم شنیدید، خصوصاً اینکه پرتاب این موشک‌ها جدای از همه ابعاد قدرت نمایی نظامی، کارکردهای سیاسی در داخل و خارج هم داره. مشخصاً هم می‌خوام اشاره کنم به دعوای لفظی بین علی خامنه‌ای و روحانی، فاز تازه‌اش سر کی بود دستور داده که روحانی میگه من به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی این دستور دادم، سپاه هم میگه که ما به فرمان خامنه‌ای موشک‌ها رو شلیک کردیم. بالاخره کی صاحب مملکته؟ کی دستور میده به نیروهای نظامی؟ اصلا دولت چه کار است در میانه این بلبشو؟ عرض کنم که یه عکس نقشه وضعیت کنونی آرایش قوا در سوریه رو الان ایمیل کردم، اگه اینو پیدا کنید نشون بدید، یه توضیح در مورد همون منطقه که اینا شلیک کردن رو میدم خدمتتون. این کلا ما وقت که ببینید بحث میکنیم، همین مسئله ساده حمله موشکی که چرا حمله کرد، اصلا جمهوری اسلامی اونجا چی کار است، پیامش به کی بوده، چرا یه ده خوشحال شدن، چه فایده سیاسی میبره، کلی میشه راجع به این بحث کرد که بخششو آقای محمدی اشاره کردن. ولی قبل از اون یه مسئله است که باید همیشه بحث بشه، بالاخره جمهوری اسلامی تو سوریه چیکار میکنه، چیکار داره میکنه؟ الان 6 سال اونجا نزدیک 100 میلیارد خرج کرده، چند صد هزار نفر اونجا کشته شدن، تا ابد بعد مردم ما تاوان اونو پس بدن، چون به نام کشور ما ثبت شده دیگه، حالا خودشون چند هزار تا کشته دادن بمانند، و تازه اول راهه، اول قضیه است. چرا راجع به این هیچوقت بحث نمیشه؟ ببینید الان برید تو این رسانه های مهم فارسی مثل بی بی سی، صدا آمریکا، راجع به دعوای قطر با عربستان و امارات کلی بحث و گفتگو هم راجب خیلی چیزا بحث میکنن، ولی راجب این مسئله نمیگن. یه بایکوت عجیب غریبی که حالا دلیلش میگم، این نقشه رو نگاه کنیم ببینید، این مناطق، این الان نقشه سوریه است، این دست راستش که عراقه، اون قسمت خاکستری داعشه، این مال دهم جوانه، ببینید اون بالا که کردها هستن، اون سبزم که میرید دست چپ و پایین و دست چپ مرز اردن، اینها مخالفین هستن، درست؟ این قرمز تمام این مناطق قرمز دولته، درست؟ یعنی دولتی 20,000 تا بیشتر نیرو نداره، بشارستد 60 خورده هزار نفر سپاه قدس و شیعیان عراقی و افغانی هست. حالا دیر و زوری که نشلی کردن وسط اون خاکستری، یه نقطه قرمز ببینید، اون دیر و زوره، یه منطقه دیر و زور تحت کنترل داشت. ببینید از تهران نمیدونم چند صد کیلومتر اینجا دیر و زور رو با یه موشک زدن، کلی خرج اون موشک دیگه، نه؟ خب شما قرمزه نگاه کنید، فاصلهش اونجایی که خود اینا هستن فاصله ای نداره که، 100 کیلومتره. خب شما که میگید که ما داریم همش با هم میجنگیم با داعش، مگه نمیگید؟ خب همونجا که هستی در نزدیک یه خمپاره بزنید، یه توپ بزنید، هم خرجش کمتره هم دقیق تره. حالا برای چی موشک قرازه کره شمالی رو گرفتی دستکاری کرد مثل سانتریفیوژا؟ اینا بوده سانتریفیوژ پیوان، یعنی پاکستان وان، و P2 پاکستان تو، عبدالقادر خان اینا، عبدالقادر خان گرفتن کردن IR1 ایران وان، ایران تو. حالا این موشکای عصر حجر کره شمالی رو، چون جریداش که به اینا نمیده که، جریداش خودش میخواد استفاده کنه،
به اینا داده، اینا دستکاری کردن، شلیک میکنن که از هفته میگن 6 تاش یا تو عراق افتاده یا تو هوا منفجر شده. برای چی کرده این کارو؟ فایدهش برای زدن داعش نبوده که اینا با داعش که اون زردا رو میبینید، اینا کردها نیروی دموکراتیک سوریه، اینا با کمک آمریکا دارن رقه رو میگیرن، رقه پایتخته، دارن داعشی ها میان به دیر و زور. جمهوری اسلامی سپاه قدس و بشار اسد ترسشونه که این کردها و اینا بیان پایین همینجور وقتی دیر و زور گرفتن مرز عراق و سوریه رو بگیرن، برای همین نگران شدن یه ذره اومدن جلو. مسئله شون داره میشه آروم آروم، نه داعش، داره میشه سرزمین های داعش که آزاد میشه. بنابراین پیام این حمله موشکی اصلا ارزش نظامی نداره، که پیامش اتفاقا نه به عربستان نه به اسرائیل، چون اونام که میدونن که اینا چجور موشکایی دارن، میدونن توان اینا چیه، که راه مقابلش هم دارن. پیامش همونه که در داخل یه دهورا بکشن، در خارج هم لابیستاشون جیغ بزنن، عرض اندام بکنه برای نیروهای خودی، بیاد همون فایده ای که از حمله داعش در تهران بود بگه آقا من دارم مبارزه میکنم با داعش، من قهرمان مبارزه با تروریسم و افراطی و افراطگری و خشونت هم و از این دکان ها. یعنی مصرف داخلی داره، خیلی از عربده کشی های خارجی مصرف داخلی داره، یعنی نیروهای خودی، حالا ممکن نیروی خودی تو شیعیان عراقی باشه، مصرف خودی داره. همونطور که دیکتاتورهای آرژانتین موقعی که خیلی وضعشون خراب بود، اون جزایر فاکلند یه حمله را انداختن با انگلیس که یک تودهنه بزرگ هم خوردن و بعد سقوط کردن. ولی منظور جمهوری اسلامی خوب یاد گرفته تو این 37-8 سال چجوری از بحران‌های خارجی دکان درست کنه برای داخل. بی نهایت ممنونم آقای دایی عزیزم. آقای محمدی، صحبت‌های آقای دایی رو هم شنیدید، اما با تمام این تفاصیل نخست وزیر اسرائیل مشخصا به تهران پیام فرستاد که دست از تهدید اسرائیل بردارید. همزمان یکی از گروه های فعال در عرصه سیاسی، بخشی که وابسته به شورای ملی مقاومت ایران از سازمان مجاهدین خلق هم هست، در واشنگتن دی سی کنفرانسی برگزار کرد دال بر ارتباط بین این موشک پراکنی ها و قدرت انرژی اتمی در ایران، برنامه پنهانی هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی. اینها رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا واقعا این صحبت ها فقط کارکرد داخلی داره یا واقعا در عرصه بین المللی هم حواشی رو برمقام میاره؟ ببینید، در کارکرد داخلیش که شکی نیست، چون ادعای جمهوری اسلامی این بود که ایران جزیره ثبات و امنیت هست. عملیاتی که داعش در تهران انجام داد در حمله به مجلس و بارگاه آقای خمینی به خوبی نشون داد که چنین نیست، و امنیتی هم اگر هست امنیت قبرستانی است، و بخش قابل توجهی از این در واقع اعتبار مسئله امنیت رو باید به مخالفان جمهوری اسلامی داد، مخالفانی که بسیاریشون با خشونت مخالف هستند، معتقدند که باید گذار مسالمت آمیز در ایران اتفاق بیفته، اتفاقا اونها هستند که باید اعتبار امنیت در ایران رو به خودشون اختصاص بدن، چون اسلحه به دست نگرفتن در مقابل یک رژیم جبار و تنش در واقع نظامی ایجاد کنند، مشکلات امنیتی برای حکومت ایجاد بکنند. بسیاری از مرارت ها، شکنجه ها، زندان ها و دشواری ها، اعدام ها رو مردم تحمل میکنند، به دلیل اینکه میدانند که اگر این شرایط به هم بخوره، حکومت امکان این رو داره و در واقع اشتهای این رو هم داره که صدها هزار نفر، این رژیم بشار اسد صدها هزار نفر از مردم ایران رو به قتل عام برسونه. بنابراین خب این پیام داخلی داره حتما، و پیام داخلیش این هست که ما در منطقه دارای چنین قدرتی هستیم، ابایی هم نداریم از این قدرت استفاده کنیم. پیام داخلیش یک بخشیش ارعاب هست برای مخالفان، برای کسانی که موافق حکومت هستند یا بعضا ممکنه که احساس غرور ملی بهشون دست بده برای این موشک پرانی ها. پیام برای اونها این هستش که ما دارای قدرت هستیم و میتوانیم چنین اقداماتی رو انجام بدیم. اما این محدود واقعا نمیشه به مسائل داخلی. حتی اگر هدف فقط پیام های داخلی باشه، در عرصه بین المللی اینها برای جمهوری اسلامی هزینه داره،
رژیمی که امروز، یعنی امروز آقای روحانی صحبت کرده عمدتا در مورد اقتصاد، در ماه‌های گذشته بحث‌های عمده‌ای که در داخل کشور در جریان بوده در مورد مسائل اقتصادی هست. مسئله مردم، مسائل عمده‌شون مسائل اقتصادی و مسائل معیشتیشون هست. دیدید حتما در سفرهایی که آقای روحانی داشتن به شهرستان‌های مختلف، بسیاری از کارگران و اقشار مختلف اجتماعی اومدن با یه دست‌نوشته‌هایی و روی این دست‌نوشته‌ها نوشته ما گرسنه هستیم. ببینید اینها نشون میده که واقعا مسائل روزمره مردم در ایران چیزهای دیگری است. البته خب حکومت اقداماتی میکنه برای اینکه اذهان رو به سمت‌های دیگری منحرف کنه. با اقداماتی که در جمهوری اسلامی داره انجام میده، طبعاً فشارهای اقتصادی بر مردم بیشتر خواهد شد. علاوه بر این که سرمایه هاشون داره صرف خرید موشک و پرتاب موشک و موشک بازی در کنار اتلاف و در کنار فساد در کشور میشه، طبعاً سرمایه گذاری های خارجی انجام نخواهد شد. کشوری که مدام در حال تنشزایی در منطقه هست و به دنبال این هست که در مناطق تنشزا حضور 100% داشته باشه با همه قوا، اگر امکانی براش پیدا بشه، خب طبعاً سرمایه گذاران خارجی دست نگه می‌دارن. از اون طرف هم کشورهایی که مورد تهدید هستن، چه عربستان سعودی که مدام تهدید می‌کنن که این رژیم رو می‌خوان براندازن، یا اسرائیل که اینها مدام تهدید می‌کنن، خب طبعاً حالا حتی اگر این موشک‌ها رو جدی هم نگیرن، در صحنه بین‌المللی سخن میگن از این گونه رفتارها. موشک هایی که جمهوری اسلامی داره، اگر ایران توان اتمی هم پیدا کنه، خب طبعا اینها رو اون از چیز رو سلاحهای اتمی رو میتونه با این موشک ها تحویل بده. البته گفته میشه که هنوز ظرفیت هاش در داخل کشور وجود نداره، ولی طبعا اینا همونطور که کره شمالی الان داره اینها کار میکنه، طبعا این انتقال تکنولوژی بعدا میتونه صورت بگیره. اینها رو میتونن از جای دیگه دنیا تأمین کنن، چون پول نفتی هست و این پول نفت رو معمولا در همین حوزه ها بیشتر اینها مورد مصرف قرار میدن. خلاصه اینکه تبعات داخلی داره از حیث ارعاب و از حیث برانگیختن غرور ملی، اما تبعات خارجی هم داره در توقف سرمایه گذاری های بین المللی، در ترساندن کشورهای همسایه، در ترساندن کشورهایی که در منطقه قدرت دارن و مورد تهدید جمهوری اسلامی بودن. حالا بخشهایش رو جدی خواهند گرفت، بخشهایش رو ممکن هست وانمود بکنن که چنین تهدیدهایی وجود داره، اما تأثیراتش حتما در عرصه بین المللی برای جمهوری اسلامی دیده خواهد شد. بی نهایت ممنونم آقای دایی. روزنامه گاردین هم با تاکید روی همین موضوع، یعنی افزایش رقابت برای به دستگیری سرزمین‌های آزاد شده از دست داعشی‌ها بین نیروهای درگیر در سوریه و عراق، اشاره می‌کنه به 3 مورد درگیری در کمتر از 1 ماه بین ایالات متحده آمریکا، نیروهای مورد حمایت آمریکا و نیروهای مورد حمایت ایران در محدوده سوریه. نمونه آخرش هم این سرنگونی یک پهپاد ایرانی به وسیله نیروهای آمریکایی بود، این هواپیمای بدون سرنشین که روز گذشته یا دو روز گذشته ساقط شد. فکر میکنید این درگیری های نظامی به نوعی جنگ نیامتی بین ایران و آمریکا یا عملا رویاروی نظامی بین ایران و آمریکا در خاک سوریه منجر شده؟ عرض کنم که اولا یه نکته که آقای محمدی اشاره کردن واقعا درسته، این رو باید تاکید بکنیم. جزء مصارف داخلیش همیشه این قدرت نمایی خارجی و نمیدونم این حرفا، یکیش ترساندن مردمه که بابا ما که انقدر در خارج قدرت داریم، دنیا هم حریف مانی، شما که دیگه کسی نیستید که. یکی این، دومی که واقعش اینه که این موشک پراکنی تعادل قوای نظامی رو که عوض نمیکنه تو خاورمیانه، چون چیزی نیستش که، ارزشی نداره که، ولی اتفاقا بهانه خوبیه که قشنگ اینها رو تحریمشون بکنن و میکنن، یعنی خیلی بهانه خوبیه. برای اسرائیل اتفاقا موشکای دوربرد کمتری که حزب الله داره تهدید جدیتریه، ولی همین بساطی که جمهوری اسلامی میکنه موشک پراکنی میکنه همین بهانه خوبیه. این یک. دوم، ببینید یه بحث کلی هستش که شما الان اشاره کردید به مقاله‌ای که دیدید
من الان گزارش که دارم تهیه میکنم راجع به همین جنگ مرزها، یعنی سپاه قدس تهاجم وسیعی که تقریبا 3 ماه پیش شروع کردن که بگیرن، این لاغل میتونم بگم که جزء مهمترین مسائل خاورمیانه است. یعنی شاید بگم صدها مقاله در موردش نوشته شده، اکثر کارشناسا اظهار نظر کردن، رسانه های مهم، و خیلی مسئله جدی. یعنی روزی است که 4 تا 5 تا مقاله از طرف کارشناس مهم در مورد این نباشه، کلی بولتن خبری. برگردید به رسانه های مهم و رسانه های فارسی، چند بار شما شنیدید چه خبره اونجا؟ هیچ این بحثو نمیکنن که اصلا چه اتفاقی افتاده، چه اتفاقی داره میفته. حالا اگه اون نقشه رو لطف کنید یک بار دیگه نشون بدید، میگم کجا جنگ دعوا شده. چون در ماه می، اولین بارش در ماه می بود، در 18 ماه می که به اصطلاح حرکت کردن نیروهای سپاه قدس به طرف یک نقطه مرزی. اگه اون نقشه نشون بدید الان بهتون میگم کجایی. همین الان همکاران من دارن تلاش میکنن که نقشه رو بگذارن بالا، تا شما میفرمایید دوستان نقشه رو میارن و روی کار میگذارن. بله، از کنم ببینید، جمهوری اسلامی الان سپاه قدس داره در فردای پس از داعش رو نقشه ریزی میکنه. اگه طرف میبینه که در سوریه نیروهای دموکراتیک سوریه که بیشترش کردها هستن، حالا اونا خودشون رابطه بدی با جمهوری اسلامی و اسد ندارن، ولی از اونجایی که آمریکا با اینا متحده، اگه این مناطقی که آزاد میکنن آمریکا اونجا بمونه پایگاه بزنه، خب این برای جمهوری اسلامی بده دیگه. جمهوری اسلامی در عراق هم که خب موصل رو داره آمریکا و دولت عراق میگیره، حتی اجازه ندیدن که هشت و شبی یعنی میلیشیا وارد موصل بشن، وارد جنگ بشه، اینا در غرب موصل بود. جمهوری اسلامی میخواد مسیر عبور از ایران تا لبنان رو یه کوریدور زمینی داشته باشه، براش خیلی مهمه که مرزهای سوریه رو با عراق رو در کنترل داشته باشه. درست؟ 3 تا گذرگاه اصلی وجود داره، 3 تا گذرگاه اصلی بین عراق و سوریه هست. یکیش بالاست یعروبیه که تو منطقه کرد هاست، استراتژیک برای جمهوری اسلامی ارزش نداره، چوش برو کردا نمیتونه حساب بکنه، پس بعد ممکن مستقل شن آمریکا اونجا پایگاه بزنن، شما نمیتونید محل عبور نظامیتون که اونجا قرار بدید، که بعدم تازه بخواد برید اونجا بعد از منطقه کردنشین اونجا ببینید اون منطقه زرد بالای بالا اونجا که بغل عراقه، اونجا میشه مرز اول. حالا بیاد پایین که دست چپ پایین میبینید یه جا سبزه، یعنی پایین هم مرز اردن و عراقه، اونجا یه نقطه وسط اون سبزای پایین که میبینید درازه، یه نقطه اونجا تنفه، گذرگاه تنفه، مهمترین گذرگاه مرزیه. چرا؟ چون شاهراه بغداد به دمشق اونجا رد میشه، نزدیک اردنه، بسیار مهمه. جمهوری اسلامی اینو میخواد، جمهوری اسلامی اینو میخواد. حالا در این پایگاه تنف یا گذرگاه مرزی تنف، آمریکا پارسال یه گروه از مخالفین سوری که تحت آموزش آمریکا در اردن هستن اینجا اومدن، این رو از داعش پس گرفتن، این تنف رو پس گرفتن. تو اون سبز پایینه، پایین که میبینید درازه، یه نقطه که بین مرز اردن و عراقه، تو همونجا تنفه. بعد اینو گرفتن، اونجا هستن، جمهوری اسلامی اینو میخواد. اینو حمله کردن 18 می به اون طرف. آمریکا از پارسال اعلام کرد 55 کیلومتر دور تنف هر کی بیاد ما میزنیم، چون قبلا داعشی ها اومده بودن عملیات انتحاری کرده بودن، کلی کشته بودن تو اون پایگاه. جمهوری اسلامی سپاه قدس وارد این منطقه شدن، 18 می اینا رو زد، یه تانک و یه دونه نفربر و یه دونه لودری که داشتن رو داغون کرد. دوباره 6 ژوئن دوباره اومدن، دوباره اینا رو زد. بر همین اینا مجبور شدن اون منطقه 55 کیلومتری سبز رو دور زدن. ببینید اون خط قرمزی که میدید لیست لب مرز دراز اومده، از اینجا خودشون رسوندن به مرز، از پایین هم عراقی ها اومدن به هم وصل شدن. هدفشون هم که اون آخریش اینه که این وسط اون به اصطلاح البوکمال یا شهر القاهره در عراق اونجا هم یه گذرگاه اونو بگیرن، ولی مهمش تنفه. در ماه ژوئن، یعنی تا کنون در یک ماه گذشت که صحبت میکنیم، 2 بار حمله نظامی کرده آمریکا به کاروان اینا، 2 تا هم پهباد شاهد 129 سپاه قدس رو که حمله کردن به این
گروه‌های به اصطلاح سوری که تحت حفاظت آمریکا در اونجا این دوتا رو سرنگون کرده. یعنی درگیری جدیه. در 6 سال گذشته همچه اتفاقی نیفتاده بود. ولی بازم برای که خلاصه کنم اینه که درگیری برای کنترل مرز و گذرگاه مرزی و مهمتر از همه تنفه، که به قول خودشون ما باید جبهه مقاومتمون یک پارچه باشه، به هم وصل باشه. از زمین بسیار من فکر کنم گسترده ترین عملیات قدس در 6 سال گذشته است، چه در عراق از طریق هشت شعبی و چه از طریق فاطمیون و حزب الله و اینا در سوریه. بسیار مهمه برای آینده منطقه، مهمه و خیلی هم میگن این جمهوری اسلامی داره وارد باتلاق جدیدی میشه، چون اکثر این مناطقی که میخواد بگیره برای اون کوریدور سنی هن. اینو که نمیتونه نگه بداره، که من که باقید بکشه با زور. بنابراین این بلند پروازی های خامنه‌ای و سپاه قدس. ولی به هر صورت هیچ بحثی در رسانه‌های فارسی خدا رو شکر نمی‌کنه، کسی مسئله‌اش نیست. بسیار ممنونم آقای دایی. آقای محمدی عزیز، نگاه که می‌کنیم به اونچه که اتفاق افتاده در سوریه، خصوصا بحث موشک پراکنی ها، علاوه بر اونچه که ارعاب داخلی هست، یک بیت طنز هم شبیه شده. رئیس جمهور میگوید من دستور دادم در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور. آقای خامنه ای هم، سپاه هم گفته که موشک ها رو به فرمان رهبر ایران، یعنی علی خامنه ای، شلیک کرده. واقعا چه کسی دستور داده؟ اساسا صاحب کیه؟ صاحب نیروهای نظامی در داخل ایران کیه و از چه کسی فرمان میبرد؟ اگه اجازه بدید من اول یه تکمله‌ای به صحبت‌های آقای دایی داشته باشم در مورد سکوت رسانه‌های فارسی زبان، بالاخص رسانه‌های خارج کشور. چون در داخل کشور خب مشخص هست که قرار نیست کسی در مورد جاه طلبی‌ها و گسترش طلبی‌های جمهوری اسلامی صحبت کنه، ممنوعیت وجود داره و طبعاً کسی به سراغ این موضوعات نمیره. یک مورد فقط آقای کرباسچی در دوره انتخابات کلمه‌ای رو گفت و به شدت مورد حمله قرار گرفت. در خارج کشور اینکه در مورد این موضوعات صحبت نمی کنند یک تصور، یعنی در واقع دو دلیل مشخص داره. یک دلیلش این هست که، یعنی من صحبت آقای دایی رو کاملا میپذیرم، فقط توضیح میدم که چرا دارن اینها این گونه رفتار میکنن. دو دلیل داره. یک دلیلش این هست که بخش قابل توجهی از افرادی که امروز در صدای امریکا کار میکنن، در بی بی سی فارسی کار میکنن، اینها کسانی هستند که پس زمینه کاریشون پس زمینه های اصلاح طلبانه بوده. معمولا جالب هست، گرچه اینها برای دول بریتانیا یا برای دولت امریکا دارن کار میکنن و اون محدودیت ها رو ندارن، اما خط قرمز های جمهوری اسلامی رو رعایت میکنن. یعنی افرادی هستن کاملا در یک دوره 10-15 ساله وقتی تحت اون نظام قرار گرفتن، عادت کردن به اینکه خط قرمزهای جمهوری اسلامی رو رعایت کنن و دارن میکنن این کار رو. و دلیل دومش یک تصور نادرست، من در مورد کات صحبت میکنم، چون اگر افرادی که در این رسانه‌ها کار میکنن واقعا بخوان به این موضوعات بپردازن، خیلی دشوار هست برای ویراستاران و برای مدیران که جلوی اینها رو بگیرن کامل. اگر یه موج قوی در این رسانه ها وجود داشته باشه، دشوار هست که مقامات بالاتر بتونن همه در همه موارد این موضوعات رو سانسور کنن یا کنار بگذارن. یک تصور نادرستی در میان اینها وجود داره که جاه طلبی های جمهوری اسلامی مورد حمایت مردم هست و تصور این هست که اگر این کار رو بکنن بخشی از مخاطبینشون رو از دست میدن. در برابر آقای مثلا سلیمانی همینطور، یا کسی که امروز واقعا میشه نام او رو یکی از قصابان سوریه نام گذاشت، در این رسانه های فارسی زبان خارج کشور در بسیاری از موارد به عنوان قهرمان یا به عنوان فردی که مورد احترام مردم ایران هست با این عناوین از ایشون یاد میکنن. خب متاسفانه بخش قابل توجهی از نیروهایی که امروز در خارج کشور فعالیت میکنن در حوزه رسانه ها، اینها کسانی هستند که بخش قابل توجهی از کارشون رو در ایران انجام دادن و متاسفانه عادت کردن به اون محدودیت ها و به اون گفتمان ها. اما در مورد اختلافی که میان آقای خامنه ای، آقای روحانی و سپاه وجود داره در اعتبارگیری از این داستان، خب تفاوت چندانی واقعا نمیکنه، چون شورای امنیت ملی هم اگر چنین دستوری داده باشه
تک تک اعضاش منصوب آقای خامنه ای هستند و مشخص هست که در این زمینه ها حتما استمزاج میکنن، مزه دهان آقای خامنه ای رو در نظر میگیرن. یعنی فاصله چندانی وجود نداره بین آقای خامنه ای و منصوبانش در شورای امنیت ملی. اما اینکه آقای روحانی در برابر آقای خامنه ای میاد و این صحبت رو میکنه و بلافاصله بعدش سپاه عکس العمل نشون میده، در یک کشوری که مقاماتش چیزی برای عرضه ندارند، میخوان به فقر 2/3 مردم کشور میخوان افتخار کنند، میخوان به فقر مطلق 15 میلیون نفر جمعیت در کشور اشاره کنند، میخوان به حاشیه نشینی 20 میلیون نفر در کشور اشاره کنند، به سوء تغذیه حدود 70-80% از مردم کشور میخوان افتخار کنند. چیزی برای افتخار کردن وجود نداره. طبعا وقتی که یک موردی پیش میاد و احساس میکنن که باید به این موضوع افتخاری کرد، کسانی که منصوب آقای خامنه ای هستند، سپاه پاسداران، اینا تلاش میکنن همه اعتبار رو به سمت آقای خامنه ای هل بدن. طرف مقابل هم سعی میکنه که از این اعتبارات استفاده کنه. حتی جالب هست که در این ماجرا گروه های اصلاح طلب، ظاهرا اصلاح طلب، من اینها رو واقعا گروه های اصلاح طلب نمیدونم، گروه هایی که از این عنوان استفاده میکنن، اینها اومدن مرتب اطلاعیه دادن، تقدیر کردن، همه میخوان از این اعتباری که در واقع توهی است، از این اعتبار میخوان بهره بگیرن. متشکرم آقای محمدی عزیزم. و خب به هر حال فعالیت رسانه ها طبق معیارهایی انجام میشه، امیدواریم که این معیارها در قالب رسانه های مختلف بتونه زمینه سود رسانی به مردم رو در بر بگیره، مضاف بر این که نمیشه از تأثیر رسانه روی افکار عمومی بی بهره موند، حالا چه در مقام یک روزنامه نگار، چه در مقام یک عضو، چه در مقام یک سیاستگزار. برگردیم به شما آقای دایی. توی همین فضا یکی از مهمترین خبرهایی که رسانه ها در این چند روز منتشر کردن، دیدار نخست وزیر عراق با علی خامنه ای است، با حاشیه دستور تحکم آمیز علی خامنه ای دال بر عدم رسمیت داشتن رفراندوم استقلال کردستان عراق. چرا اصلا علی خامنه ای باید به خودش اجازه بده که چنین جملاتی رو در مورد یک کشور دیگر به کار ببره؟ و واکنشی هم که البته کردها نشون دادن خیلی واکنش در واقع انفعالی بوده نسبت به این مسئله که حرفای علی خامنه ای مداخله در امور کشور دیگه دارستند و او رو صاحب اختیار در این امر نمیدونن. من فکر کنم که اولا که حالا سوای خامنه ای، کلا رهبران جمهوری اسلامی از روز اول عراق رو مال خودشون میدونستن، یعنی اصلا اینا تعجب میکنن که چرا عراق بخشی از قلمرو اینا نیست. حالا این اجبارات سیاسی و دیپلماتیک رو تم میدن، رعایت میکنن یه چیزایی رو. اولا که این نوع حرف زدنی که با این نخست وزیر خارجه دستور بدی، کردا که نباید مستقل بشن، یک، هشت و شعبی هم باید بمونه، دو، آمریکایی‌ها رو بیرون کن، یعنی تکلیف میکنه. برای این واقعش اینه که نه، روز اول اینجوری بودن. خمینی اون پیامایی که میداد به ارتش عراق که سرنگون کنید، صدام و قیام کنید، خود ابراهیم، آقای ابراهیم یزدی که وزیر خارجه اول بعد از آقای سنجابی وزیر خارجه بود، خودش میگه که بابا من موقعی که میخواستم برم کنفرانس غیر متعهدها تو هاوانا بوده فکر کنم، قرار بود صدام حسین هم موقع بیاد، نمیدونم حالا صدام حسین نخست‌وزیر شده بود هنوز یا نه، برسات میگفت یه پیام تبریکی فرستاد صدام حسین برای عید فطر، مثل که من چیزی که چون خودم حضوری شنیدم اینا، یه هم چیزی بود که پیام فرستاده بود، میگفت من واقعاً پیام بردم پیش خمینی که آقا این آقای پیام فرستاده، شما تبریک ایشون رو پاسخ بدید، یه مقدار این کدورت هایی که ما اونجا بم میذاریم، اونا لبه مرز فلان کن، این درگیری ها کم بشه، خدا نکرده جنگ نشه، یه پیام بفرستی که منم کوبا میرم میبینم ایشون رو، باب گفتگو باز بشه. خمینی نگاهی به من که گفت من شما تعجب میکنم، گفت اگه من پیام بدم یعنی که ما اصلا حکومت صدام حسین، یعنی حکومت عراق رو به رسمیت نشناختیم، ما به رسمیت نمیشناسیم اونا رو. اینا تحت اجبار این که خب عراق بخشش سنی بخشش کرد و بعد آمریکا اومد اونجا تحویل اینا داد، فعلا یه محظوراتی دارن. ولی واقعش اینه که یه نکته ما یادمون نره، ببینید در سال 2009 که انتخابات شد، نوری المالکی که کاندید اینا بود باخت، عیاد علوی شیعه، اکثریت خب شیعن، ولی عیاد علوی شیعه میتونست نخست وزیر بشه.
یعنی اینا با انتخابات که نمیرن جلو که در عراق شما فکر کنید اینقدر ادعا دارن که سنی ها و کرد ها که کلا با اینا بدن، خود شیعیان عراق با اینا مشکل دارن. اینا با زور، بابا این هادی آمری مهمترین مهره جمهوری اسلامی در عراق، عضو رسمی سپاه قدس، رئیس هشت و شعبی، رئیس سازمان بعد، این در اون منطقه که انتخاب شد به عنوان نماینده مجلس 22,000 نفر رأی آورد که اون همش با تقلب جمهوری اسلامی بود. کل حوزه نجف با اینا مشکل داره. عبادی برای چی به آمریکا دست به دامن آمریکا شده اومده در جنگ موصل که میخواد بمونه، میخواد بهش پایگاه بده از ترس هشت و شعبی، از ترس جمهوری اسلامی. الان سر همه بحث مرزها الان یه قرارداد بسته حیدرآبادی که هشت و شعبی گفته میزنیم و نابود میکنیم، یه قرارداد بسته با آمریکا که جاده هایوی به اصطلاح بغداد به اردن رو که بخشش همون به دمشقه از اونجا جدا میشه که خیلی استراتژیکه، چون ایالت استان علمبار و اینا همونی که جمهوری اسلامی میخواد یه جا بخوره برای کوریدور، این برای این فریوی رو واگذار کرده با آمریکای قرارداد بسته. آمریکا داره میده به کمپانی خصوصی که اونجا رو بکنن پولی، اولا اتوبان رو بکنن پولی، دوم امنیت کل این منطقه رو تضمین بکنن. خیلی برای عراق مهمه این جاده، خیلی ارتباطش با اردن و بعد با سوریه است که اگه یه موقع درست بشه خیلی مهمه. نمیذاره هشت شبی، میخوام بگم حیدرآبادی دست به دامن آمریکا شده، آیت الله سیستانی با اینا مخالفه، مرجعیت مذهبی، اینا به زور پول و سپاه قدس و هشت شبی و یه مش چاقوکشی که تو اون هشت شبی هستن میخوان بخورن. بعد با کمال پررویی خامنه‌ای نشسته اونجا به نخست وزیر کشور همسایه دستور میده. واقعا ببینید، بی نهایت ممنونم آقای محمدی، اشاره کردید به جایگاه رسانه ها، بد نیست این سوال رو از شما بپرسم. دیروز مقاله ای در وبسایت صدای آمریکا، در حقیقت ترجمه یادداشتی از ریچل آبراهام که در واشنگتن پست منتشر شده بود، تحت عنوان چرا استقلال کردستان باید اتفاق بیفتد و با تمرکز انجام شده، همین یه سری واکنش ها رو هم در فضای مجازی برانگیخت. خیلی هم نکات انتقادی نوشتند، برخی ها حتی اشاره کردند به ساختار و وجود افراد کرد تبار در ساختار بخش فارسی صدای آمریکا. آیا واقعا میشه این مسائل رو در نظر گرفت؟ به حال میدونیم که این نظر مخالف نظر علی خامنه ایه و مخالف نظر حتی اصلاح طلب های حکومتیه. این رو چگونه ارزیابی میفرمایید و نقش رسانه رو در زمینه این انتخابات پیش رو در کردستان عراق؟ ببینید، در امریکا از سالها پیش، یعنی از حتی دوره رئیس جمهور بوش، این مسئله تقسیم عراق به سه منطقه نسبتا مستقل مطرح بوده. آقای بایدن هم، معاون آقای اوباما، به صراحت صحبت کرده بود از اینکه برای اینکه عراق به سرانجامی برسه بهتر هست که تقسیم بشه به سه کشور متفاوت. این یه دیدگاه نادر و عجیب و غریبی در میان مقامات سیاسی یا رسانه‌های آمریکایی نبوده. اینها مطرح بوده از قدیم، هنوز هم مطرح هست. حالا اینکه صدای بخش فارسی صدای آمریکا میاد و چنین چیزی رو منتشر میکنه، من دقیقا نمیدونم که واقعا انگیزه ها چیست. در بسیاری از موارد هم واقع مطلب اینه که کسی اونجا نشسته مترجمی است، برمی‌داره مطلبی رو ترجمه میکنه و توی سایتی میگذاره. نمیشه پشتش اهداف خاصی رو تصور کرد. صدای امریکا به شدت در واقع در روزهای بلخص در چند ماه اخیر به شدت پراکنده است، یه چارچوبای خاصی رو نداره، سیاستهای خاصی رو دنبال نمی کنه. در دوره دوم آقای اوباما صدای امریکا مشخصا در دست لابی جمهوری اسلامی بود و اهداف مشخصی رو دنبال می کرد، برنامه های خاصی رو داشت، افراد خاصی رو اونجا گذاشته بودن، مشخص بود چه کسانی هستن و دارن چه کار میکنن. اما در از ابتدای دولت آقای ترامپ اینها واقعا نمیدونن، هم میخوان دوام بیارن، کسانی که اونجا دارن اداره میکنن در دوره آقای ترامپ میخوان بمونن اونجا، و هم اینکه در یه مواردی هم سعی میکنن هماهنگ کنن خودشون رو با سیاستهای دولت ترامپ، در مواردی هم مسیرهای گذشته خودشون رو میرن، چون بسیاریشون از افرادی هستن که در دوره دوم آقای اوباما اومدن اونجا و همچنان هستن.
از همین جهت نمیشه دقیق گفت که واقعا سیاست خاصی در پشت داستان هست. آقای تیلرسون هم که اومده در چند ماه گذشته به شدت حالا با احتیاط داره عمل میکنه، اتفاقات خاصی، تغییرات خاصی در مجموعه صدای امریکا نیفتاده، به همین دلیل هم یک وضعیت نسبتاً معلق رو داره تجربه میکنه. درست. رسانه های دولتی متاسفانه، صدای امریکا به رسانه دولتی است، رسانه های دولتی با تغییراتی که در دولت ها صورت میگیره معمولا در همین شرایط تعلیق قرار میگیرن. اما صحبت شما در مورد نقش رسانه ها واقعا کلیدی هست. یعنی به نظر من صدای امریکا یک در واقع امکان بسیار بزرگی است، یک ذخیره است برای دولت امریکا که کاملا داره هرز میره. یعنی استفاده ای رو که باید برای شکستن نظام پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی در جمهوری اسلامی باید از این پول رسانه‌ها استفاده ای که باید بشه واقعا نمیشه. در یه دوره‌هایی کاملا همجهت عمل میکنه. اتفاقا خیلی جالب است که من سالهاست ندیدم که در هیچ رسانه‌ای از در واقع دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، اونا که رسانه نیستن، دستگاه های تبلیغاتی هستن، اصولا کاری با صدای امریکا ندارن. صدای امریکا رو اصولا خطری برای خودشون احساس نمیکنن و کاملا این رو در حاشیه گذاشتن، واقعا هم در حاشیه هست. بی نهایت ممنونم، امیدوارم این رسانه از حاشیه خارج شه. اما آقای دایی عزیزم، این ابعاد رو وقتی کنار هم قرار میدیم با یک سوالی که یکی از دوستان، ضمن سلام به کسانی که از طریق فیسبوک لایو این برنامه رو همراه ما هستند، خصوصا در خارج از ایران، در ایالات متحده آمریکا و در دیگر نقاط دنیا، پرسیده بود که آیا ایران در برنامه اتمی و موشک های اتمی کره شمالی سرمایه گذاری میکنه، که از دوستان فیسبوکی پرسیده بود این سوال رو. و برای منم این مسئله است که با این همه ثروت که ایران داره و نفت بشکه 50 دلاری، 40 دلاری، 60 دلاری که اینها تو این سالها فروختن، چرا بایستی در آستانه یک بحران بزرگ مالی بانکی در ایران باشیم و خبر از ورشکستگی بانک های دولتی به گوش برسه؟ عرض کنم که خب اینکه چرا، همه اینا هم ربط داره. یعنی تمام لشکرکشی خارجی و نمیدونم موشک بازی و اینها، اون یه طرف سکه است، یه طرفش هم همین ورشکستگی، با هم ربط داره. ما این یه حکومت مافیاییه. امروز دیدم یه آقای در تلویزیون اومده بود میگفتش که ما هیچ بانک مرکزی هیچ تعهدی نداره راجع به سپرده‌های مردم. ولی من از قوانین بانکی بقیه جای دنیا خبر ندارم، ولی همه جای دنیا هم اینجوری هست که هر پاسداری و هر کمیته چی و هر دزدی بره مؤسسه مالی درست کنه، پول مردم بگیره بخوره. میشه هم چیزی؟ یعنی سیستم بانکی هیچ نظارتی جای دنیا نداره که سپرده های مردم برن بدن، اصلا همچی خبرهای نیست. این سیستم مافیاییه. ببینید شما وقتی که اول از همه یه سوال از خودم بکنیم، یعنی واقعا اینه که من هر بار اینو از خودم سوال میکنم، چون یک بار یادمه که سالها پیش من یه گزارشی درست کرده بودم در مورد اینکه اینا تو آمریکای لاتین یه چیزی نزدیک 10 بیلیون دلار خرج میکردن، 10 بیلیون دلار زمان احمدنژاد، به بولیوی، نمیدونم نیکاراگوئه، گفتم خدمتتون نیکاراگوئه نمیدونم 1 میلیارد یا 1.5 میلیارد طلب داشتن از نیکاراگوئه، پول نداره بده. نیکاراگوئه پول نداره که، اون پول قرض نگرفته بود که بده. که من یادم موقعی که روحانی شد رئیس جمهور صحبت کردن که آقا این پول ممکنه بده، تیتر بزرگ سایت تابناک بود، پشم گوسفند به جای پول. گفتون ما پول نداریم، میتونیم به شما پشم گوسفند بدیم. حالا صحبت سوال من این بود که چرا اینا میرن آخه، اینا که مردم خودشون انقدر تیجان میرن اونجا. یه آقای از من پرسید که آقا فکر نمیکنی جمهوری اسلامی به جای خرجی که تو آمریکای لاتین میکنه و نمیدونم تو فلسطین و این ور اون ور حزب الله و اینا میکنه و تا به حال کرده، پای خرج مردمش میکرد که بیشتر ثباتش تضمین میشد؟ این سوال دیگه نه. خب چرا این کار رو میکنن؟ واقعش اینطور نیست. اینا روز اولی که اومدن اینا فهمیدن اگه مثل آدم بخوان حکومت بکنن، یه سیستم نرمالی داشته باشن، خب باید بذارن برن جاروشون میکنن مردم. اینا میخوان کمیته چی و پاسدار میخوان تا سیستم رو حفظ کنه.
کمیته چی رو پاس داد که ولایت فقیه هم قبول داشته باشه؟ سیستم ولایت فقیه آدم های ایدئولوژیکن، ایدئولوژیک میخواد، یه ایدئولوژی باید درست کنه. ایدئولوژیش چیه؟ ایدئولوژیش اینه که میخوام با آمریکا جنگ بکنم، میخوام کاخ سفید بکنم حسینیه، میخوام اسرائیل هم نابود بکنم. با این ایدئولوژی قدرت نمایی میکنه، همه این کارا رو میکنه. خرج این خرجایی که میکنه تو منطقه برای فلسطینیان نمیکنه که. اگه دلش به حال فلسطینیان میسوخ که نمیاد از سفره مردم ایران برداره خرج فلسطین بکنه که خرج ایران میگه براش هم بهتر بود. این میبینه با این دکانی که راه انداخته و با این خرجی میکنه، لشکرکشی و خلافت بازی و این حرفا، میتونه یه سیستم ایدئولوژیکی درست کنه که هشت و شعبی درست کنه، حزب الله لبنان درست کنه، پاسدار و کمیته چی تو داخل درست کنه، سیستم ولایت فقیه و سرکوبش حفظ بکنه. خوشون وقتی همچین سیستمی درست کردی، اتوش باندهای مافیایی سپاه در میاد که هر کاری دلشون خواست میکنن، هیچ کم نمیتونه جواب پس بده. این شده این سیستم مافیایی مالی. یعنی همه اینها به هم ربط داره، موشک بازی با این مافیا، با سرمایه‌گذاری تو ونزوئلا، با سرکوب مردم، با اونی که تو رسانه میاد حقوق بگیر جمهوری اسلامی میاد میگه سردار حقوق بگیر ملکه فخیمه است، میاد میگه که قاسم سلیمانی سردار است. همه اینا به هم ربط داره. بسیار سپاسگزارم. آقای محمدی، در داخل ایران موجی از نگرانی مالی خصوصا برای کسانی که پولهاشون رو در بانک‌ها گذاشتن پیش آمده. شما فکر می‌کنید چقدر از این نگرانی ایجاد جو آسیب‌پذیری یا از دست رفتن سرمایه هاست، جو کاذب اخبار شایعاتی است، چقدرش واقعا نگرانی جدی است؟ یعنی حقیقتا بانک‌ها عاجز از بازپرداخت سپرده‌گذاری‌های مردم در داخل کشور هستند؟ ببینید، این نگرانی های جدی هست. دو موضوع وجود داره. یک موضوع در مورد بانک های دولتی است. بانک های دولتی بخش قابل توجهی از سرمایه هاشون رو در دوره آقای احمدی نژاد و بعد از دوره آقای احمدی نژاد به خودی ها، به شرکت های خصولتی، شرکت هایی که خصوصی هن ولی واقعا دولتی هستن، دولتی ها درست کردن، بخش قابل توجهی از سرمایه هاشون رو در اختیار اینها گذاشتن. اینا هم که قرار نیست که این سرمایه ها رو برگردونن. عنوان شده در داخل کشور به عنوان معوقات بانکی، یعنی پول هایی که در واقع از رفته از کشور، بخش قابل توجهی از اینا از کشور خارج شده و باز هم نخواهد گشت. این وضعیت بانک های دولتی است. از اون طرف هم امپراتوری مالی آقای خامنه ای و هم امپراتوری سپاه، هر دوی این امپراتوری ها بدون اینکه مقررات بانکی کشور رو رعایت کنند، بدون اینکه تضمین های لازم رو، مجوز های لازم رو از بانک مرکزی بگیرن، اینا اومدن مؤسسات مالی درست کردن و این مؤسسات مالی با ترغیب مردم، با تحریک مردم، با دادن سودهای بالا، بخش قابل توجهی از سرمایه های مردم رو جذب کردن که امروز قادر نیستن که این سرمایه ها رو به اونها برگردون. این اسامی شیکی که میبینین، کاسپیان، پدیده، همه یا اسمای انگلیسیه یا اسمای خلص فارسی است. اینا مؤسساتی است که همین برادرای پاسدار و روحانیون و افراد نزدیک به حکومت اینها رو درست کردن. وگرنه خب مجوز چنین مؤسساتی رو که هر آدمی که بیاد و بخواد فعالیت بکنه به اونها که طبعا نمیدن، دست خودشون هست. اینکه یک مقام بانک مرکزی میاد و میگه که ما مسئولیتی نداریم، اگر از چشم اون نگاه کنید واقعا اینطور هست، چون بانک مرکزی اصولا نسبتی با این مؤسسات اعتباری، مؤسسات بانکی تحت نظر دستگاه رهبری و تحت نظر سپاه نداره. نه برای اینها مجوز صادر کرده، نه اصولا میتونه بر کار اینها نظارت کنه. یعنی در واقع در ایران ما سه تا دولت داریم، این سه تا دولت به طور موازی دارن کار میکنن، یه جاهایی با هم تنش پیدا میکنن، یه جاهایی هم منافع رو با هم تقسیم میکنن. اتفاقا آقای روحانی صحبت کرده بود در مورد دولت با تفنگ، اشارهش دقیقا به همین موضوع هست که یه دولت دیگری هست که در واقع دولتی است که تحت نظر سپاه عمل میکنه، بانک داره، خودش وزیر اقتصاد داره، وزیر نفت داره و همه کارا رو داره انجام میده تحت چارچوب یک دولت. از این دولتی هم که رسمی هست همه امکانات رو میگیره اما هیچ مسئولیتی هم نداره. دستگاه رهبری هم همینطور هست، اون هم برای خودش تمام این امکانات رو جداگانه داره
و مقامات دولتی در جمهوری اسلامی هم همه به رسمیت میشناسن، حرفهای اینا رو گوش میدن. اگر کسی هم در یک موردی حرفهای اینها رو گوش نده، مثلا در یه دوره مثل آقای عبدالله نوری یا در یه موردی مثل آقای عطاالله مهاجرانی، اینا رو تو نماجمه میگیرن کتک میزنن. این درس ها رو گرفتن بقیه مقامات. من حرفم این نیست که آقای عبدالله نوری یا آقای مهاجرانی جنسشون با جمهوری اسلامی متفاوت هستا، بحثی که در یه موردی مثلا دستوری از بیت اومده اینا اجرا نکردن، اینا خب باید نتیجهش رو میبینن، باید یه جایی کتک بخورن، سنگی به سرشون بخوره. بسیاریشون مثل آقای لاریجانی، مثل آقای ناطق، اینا همه دیدن تأثیرات این که در همه موارد طابق و نعل به نعل از بیت و سپاه اگر فرمانبری نداشته باشن نتیجهش رو میبینن. به همین دلیل هم واقعا کاری ندارن، دستگاه دولتی، دستگاه رسمی، مجلس، هیچ کاری به اون دو دولت دیگر ندارن. اون دو دولت فقط به منافع میاندیشن، هیچ گونه مسئولیتی در برابر عموم، هیچ گونه مسئولیتی در برابر دستگاه دولتی ندارن. خب وضعیت مالی که به وجود اومده به خاطر بیمسئولیتی، به خاطر به حد اکثر رساندن سود در این مؤسسات اعتباری و بانکی این دو امپراتوری و هیچ گونه مسئولیت در برابر سپرده‌گذاران، نتیجهش میشه آنچه که امروز شما می‌بینید. بی نهایت سپاسگزارم. در همین حین صحبت شما، روزنامه‌نگار شناخته شده کشورمون سام خسروی فرد هم با انتقاد از همین وضعیت بانکی اشاره کرده بود که بانک‌ها متأسفانه در این سال‌ها به جای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تجارت آمدن و در بازار ارز و سکه به دلالی پرداختند و طبیعتاً ابعاد این چنینی رو هم برمقام میاره. در حین صحبت‌های آقای محمدی، آقای دایی شاهد صحنه‌هایی از زد و خورد نیروهای انتظامی روبروی مؤسسه سامن در منطقه کیانشهر، محله‌ای در جنوب شهر تهران بودی، محله تقریبا فقیرنشینی در جنوب شهر تهران. این برخورد خشونت‌آمیز پلیس رو رئیس پلیس پایتخت آقای ساجدی نیا مشخصا گفته که کار خودسرهاست. من نمیفهمم زیر لباس گارد ضد شورش آیا ممکن است نیروی خودسر برود مردم رو کتک بزنه؟ چرا برخورد امنیتی با مردمی که تنها خواستشون بازگرداندن پولی است که خودشون با حسابهای شخصیشون در یک بانک یا مؤسسه مالی گذاشتن؟ عرض کنم که به اعتقاد من دو دلیل داره. یکی این که جمهوری اسلامی چه معدنچی ها باشن که عزیزانشون رو دست میدن، عصبانی هن، جمهوری اسلامی اول کاری که میکنه نیروی انتظامی میبره که اونا شورش نکنن. همین کسانی که پولشون رو دست دادن همه جا شروع میکنه اینا رو زدن، معلم باشن، پرستار باشن. اولین مسئله برای جمهوری اسلامی تهدید امنیتیه. چرا؟ چون میدونه فقط یه مسئله که نیستش که مملکت یه آتش زیر خاکستره، همه ناراضی هم، همه، بحث سیاسی نیست. یه موقعی بود، یه موقعی فقط سیاسی ها ناراحت بودن، الان تمام اقشار جامعه دست این جمهوری اسلامی مسئله دارن. بقید یه چند درصد، 4-5% از اونایی که از قبل این حکومت به مال و منال میرسن، بقیه مردم مشکل دارن. بنابراین هر لحظه ممکنه منفجرش بیرون بزنه، تقلب در انتخابات باشه، نارضایتی معلمان باشه، وضعیت هوا در اهواز باشه، همه اینا میتونه باشه. بنابراین اولین برخورد امنیتی، این کار جمهوری اسلامی که به اصطلاح گسترش پیدا نکنه این نارضایتی. دوم، این مردم بدبختی که پولشون رو در دست میدن، سرمایه‌شون رو، به کی باید مراجعه کنن؟ من خودم به کی باید مراجعه بکنن؟ میدونن هیچکی به درد اینا نمیرسه که مجبورن هی بیان اعتراض بکنن، خشم خودشون رو بگن، آخرم چماق میخورن. یعنی واقعش اینه که آدم وقتی فکر میکنه، تصور میکنه تو این جهنمی که این حکومت هست، یعنی شما وقتی تصویری که تو نیویورک و واشنگتن و نمیدونم پاریس و بی بی سی لندن ارائه میکنن که گویا مردم ایران با کمال میل پذیرفتن که یه رئیس جمهوری مثل روحانی داشته باشن، مردم خیلی خوش خدا دارن، صبح که پا میشن خواب تا آخر شب شکر میکنن که خدا رو شکر مثل سوریه نیستیم، خدا رو شکر مثل عراق و افغانستان نیستیم و و و حالا نمیدونم اونجا هم خود جمهوری اسلامی اینجوری کرده ها، همه خدا رو شکر میکنن، مشکلی هم نیست، نگران نیستن، آرام آرام، عجله‌ای نیست. آقای عجاریان فرمودن 700 سال دیگه وضع خوب میشه. ما
حالا شما عجله چی دارید آقا؟ نگاه بکنید تو این 4 سال یه مقداره که بهتر شد، حالا 4 سال دیگه هم آقای روحانی هست، ایشالله 4 سال بعد یکی دیگه میاد. یعنی این مردمی که اینجور گرفتارن، بیمشون، مالشون، تحصیل بچه‌هاشون، بهداشتشون، وضع هواشون، آب آشامیدنیشون، اینا چیکار بکنن؟ به کی باید بگن؟ بی‌نهایت هنر تمام کنم صحبتام اینه که هنر جمهوری اسلامی چیه؟ هنر جمهوری اسلامی که یک آتش فشان زیر خاکستر و یک دریای نارضایتی ها رو میتونه بهش یک گفتمان بده، میتونه کانالیزه بکنه که برن تو انتخابات رأی بدن که خیالتون راحته. در خارج و داخل گفتمان ها رو کنترل بکنه از طریق رسانه ها که این نارضایتی ها به هیچ سمتی نره، فقط در چارچوب نظام بمونه. خیلی انگوش رو نکته مهمی گذاشتید، نکته که دقیقا محور سوال بعدی من از آقای محمدی هست. آقای محمدی، به هر حال شما جامعه شناسی هستید که در پژوهش در حوزه فعالیت‌های اجتماعی گوی سبقت رو از خیلی از همکاران خودتون هم رو بودید. به نوعی فعالیت و تحقیق شما روی موضوعات جامعه شناسی سیاسی در ایران نمونه و بارز هست. مشخصا سوالی که هم آقای شایان میهن در فیسبوک مطرح کردن، هم برای من شخصا مطرح هست و فکر میکنم برای خیلی از شنونده ها، این که اون چه که امروز داره اتفاق میفته روبروی این مراکز مالی اعتباری، مردمی که بیشتر هم از طبقات فقیر جامعه هستن که چیزی برای باختن بیشتر از اون پولی که در بانک گذاشتن ندارن، میتونه منجر به یک قیام عمومی، یک شورش عمومی باشه، اونجور که خود آقایون در ادبیاتشون به نام شورش گرسنگان در پیش از انتخابات ازش یاد میکردند؟ ببینید، در دهه 70 خورشیدی در ایران ما شاهد یک موج نسبتاً مستمر از این گونه در واقع شورش های عمومی بودیم در اسلام شهر، در قزوین، در عراق، در شهرهای مختلف، و به سرعت این شورش ها سرکوب شد. سپاه پاسداران، نیروهای لباس شخصی، نیروهای انتظامی، این گونه اعتراضات عمومی رو که عمدتا متوجه به مسائل اقتصادی و مسائل اجتماعی بود، اینها رو به سرعت سرکوب کردند. این گونه اعتراضاتی هم که امروز هست، من معتقد هستم که سازمان سرکوب جمهوری اسلامی ظرفیت سرکوب این گونه اعتراضات عمومی رو هم داره. علتش هم این هست که این گونه اعتراضات سازماندهی نداره. اینها مردمی که میان در این گونه اعتراضات شرکت میکنن، مردمی هستند که واقعا اثر ناچاری و اثر در واقع هستی خودشون رو در مخاطره میبینن، میان به عرصه خیابان و حاضر نیستن هزینه هایی فراتر از این رو، یعنی وضعیتشون بدتر از اینی که هست باشه. جمهوری اسلامی نشون داده که چه رژیم خونخوار و ددمنشی است. افراد رو میگیره، یه فردی رو بازداشت میکنه، تمام اعضای خانواده رو مورد آزار قرار میده، فرزندانشون رو، نزدیکانشون رو، زنهاشون، دخترانشون رو. یه تجربه 14 دهه‌ای است. جمهوری اسلامی با چنگ و دندان تلاشش بر این بوده که یک ملتی رو سرکوب کنه، و این سرکوب ها رو مردم ایران به خوبی در دوره های مختلف در اعضای خانوادهشون از اوایل دهه 60 بیاید تا سال 78، سال 88، در دوره های مختلف این حجم عظیم سرکوب رو مردم دیدن و دیدن که جمهوری اسلامی واقعا خط قرمزی نداره برای اینکه مردم رو سرکوب کنه. از همین جهت هزینه های بسیار بالایی داره با چشمانداز نسبتا ناروشن، یعنی مردمی که برسه خیابان میان براشون مشخص نیست که حالا اگر در عرصه خیابان آمدن، ماندن و به اعتراضاتشون ادامه دادن، بعدش واقعا چه اتفاقی قرار هست بیفته، چون آلترناتیوی هم در برابر خودشون نمیبینن. خب طبعا اون ریسک رو نمی کنن که ادامه بدن. با اینکه نیروهای انتظامی میان، لباس شخصی ها میان، به سرعت بر می گردن به خانه های خودشون و صحنه رو ترک می کنن. رفتاری که مردم انجام میدن، اگر شما واقعا در ذهن اونها پاتون رو در کفش اونها قرار بدید، هزینه فایده کردن هست، کاملا رفتار عقلانی است. برای رفتاری که ریسک های بالا داره و چشماندازش هم روشن نیست، خب طبعا بسیاری از مردم نمیان و این ریسک رو بپذیرن. متاسفانه جریانی که مخالف
در برابر جمهوری اسلامی جریان پراکنده است، جریان نسبتاً فشلی است. در بسیاری از موارد اصولاً حتی خجالت میکشه از لغت براندازی استفاده کنه، حتی شرمش میاد که از اسلامگرایی با اسلامگرایی مخالفت کنه. تصورش این هست یا توهمش این هست که مردم ایران مذهبی هستن، نباید با این ایدئولوژی مخالفت کرد. خب بسیاری از مردم میبینن که نه رهبری وجود داره و نه سازماندهی وجود داره و نه اون طرف پشتیبانی چندانی وجود داره. طبعا ریسک رو، این ریسک بزرگ رو نمیپذیرن. بی نهایت سپاسگزارم آقای محمدی عزیزم. آقای دایی، صحبت آقای محمدی در مقام یک جامعه شناس یک نظر علمی است، نظر تحلیل عمومی یا رسانه‌ای محسوب نمیشه، یک نظر علمی است که یک جامعه شناس تحصیل کرده در این زمینه ارائه میکنه. اما برخی رهبران گروه‌های اپوزیسیون، خصوصا گروه‌هایی که معتقد به مقاومت مدنی به دور از خشونت هستند، از جمله شورای ملی ایران، از جمله شخص شاهزاده رضا پهلوی، درست روی همین اعتراضاتی که آقای محمدی هم به درستی اشاره کردند، ماشین سرکوب رژیم بیشترین میزان اهمام خودش رو برای سرکوب همین اعتراضات به کار میبره، حساب باز میکنند و این رو مسیر اصلی برای تغییر در ایران، در آینده ای ایران لحاظ میکنند، یعنی ساماندهی همین اتفاقات. فکر میکنید اپوزیسیون چه کمبودی مشخصا در همین حوزه داره برای برقراری ارتباط تنگاتنگتر بین گروه های صنفی، تشکلات مردمی و خصوصا اقشار کارگر و کم درآمد جامعه؟ راستش من در این زمینه تخصصی ندارم واقعا. اولا خب خیلی وقتا آدم تو تجربه کسب میکنه، اونم رابطه با جمهوری اسلامی. این عربستان سعودی اصلا اهل دعوا نبود با جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی هر کاری هم میکرد اون روشو میکرد اون طرف، ولی واقعا تو تجربه این سالها درک درستی از جمهوری اسلامی پیدا کرده، سیاستش رو عوض کرده. در رابطه با جمهوری اسلامی اینه، آدم هم وقتی چنگ بندازه باش تو خارج داخل هر جا، منظورم جنگ مسلحانه نیست، یعنی باش رو در رو باشه و بخواد باش مبارزه بکنه، تجربیات خوبی کسب میکنه، میتونه کار خودش رو اصلاح بکنه. ولی واقعش اینه که من فکر میکنم که یه نکته که کم بهش توجه میشه اینه که ببینید یه اپوزیسیون ضد جمهوری اسلامی تو فضای خوب تنفس میکنه، مثل ماهی که تو دریا میتونه تنفس بکنه. اینه وقتی فضا مسموم باشه، جمهوری اسلامی واقعش اینه که از سال 76 تا الان، یعنی الان 20 ساله، فضای تنفسی بخش زیادی از اپوزیسیون رو گرفته، چون گفتمان رو کنترل میکنه. گفتمان این که به مردم که آقا راه حلتون همین صندوق رأی، حالا خاتمی نشد، بعد رفسنجانی، بعد نشد، بعد آقای موسوی نشد، حالا روحانی نشد، یکی دیگه برید رأی بدید، یه بار رأی بدید، مثلث جیم نیاد، مثلث بیم بیاد، این حرفا. گفتمان رو کنترل کرده. شما کجا دنیا دیدید که یه نفر پناهنده جمهوری اسلامی باشه، پناهنده باشه در جمهوری اسلامی، بیاد خارج جایزه بگیره، اینا صبح تا شب مقاله بنویسه به نفع سیاست خارجی جمهوری اسلامی، هم یه رو در میون دفاع بکنه، خامنه ای به عربستان حمله میکنه، ایشون هم به عربستان حمله میکنه، یکی دوتا هم که نیستن که. جمهوری اسلامی گفتمان رو کنترل کرده. حالا منظور من چیه؟ پاکسازی این فضا بسیار کمک میکنه که حرف اپوزیسیون در داخل اکو پیدا کنه، در خارج اکو پیدا بکنه. یه نکته دومی که اینو من به تجربه خودم کسب کردم، ببینید جمهوری اسلامی، عرض کردم فی سبیل الله و بر رضای خدا که نمیره که خرج فلسطین و حزب الله بکنه، که برای بقای حکومت شه این کارایی که تو منطقه میکنه به عمر این حکومت اضافه میکنه، دنبال برنامه هسته ایش این کارایی که میکنه اینه دیگه، من غیر از اینه. بالاخره جمهوری اسلامی روی چیزایی سواره. خب وقتی که ما میخوام با جمهوری اسلامی مبارزه بکنیم، به سیاست خارجی کاری نشوشیم، نمیشه که. ما به هر میزان که دست جمهوری اسلامی رو تو منطقه ببندیم، وظیفه ملی مونه ها، منافع ملی مونه، هر چی ببندیم این کار اپوزیسیونه، کار کسی دیگه نیستش. که میخوام بگم این چیزاست. وقتی ما میریم تو کنگره خیلی خوبه ها، این تماس های کنگره خوبه، قبلش فقط نایاک اونجا اتاق داشتن و کار میکردن، حالا خوب شده همه میرن، ولی قدم بعدیش اینه که با وقتی ما میریم ما باید بریم به
به سیاست مدارا بگیم نظرمون چیه، چی میخوام از شما. ما باید بگیم سر مسائل منطقه‌ای، سر تروریسم، سر برنامه هسته‌ای، سر نقض حقوق بشر، ایناست. ما باید درخواست بدیم، باید بریم بپیچیم جلو جمهوری اسلامی. ممنونم آقای دایی عزیزم. در همین حین که شما این صحبت رو میکردید، هم یکی از دوستان روزنامه نگار توییتی از یکی از خبرنگاران ارشد صدای رادیو فردا برای من فرستاد که گفت وقتی از دوستان در واشنگتن و لندن صحبت میکنید، از دوستان خودتون در پراگ هم یاد کنید. نویسنده این توییت دوست من هست، ولی به هر حال صحبتی که کرده نشانگر دفاع از ساختار امنیتی رژیم ایران هست. یکی از خبرنگاران ارشد بخش فارسی رادیو آزادی، رادیو فردا که پخش میشه از پراگ در حقیقت. اما آقای محمدی، خانم روزیتا اسکندری در فیسبوک لایو مشخصا از شما پرسیدن که آیا فشار کشورهای قدرتمند مانند ایالات متحده آمریکا در روابطشون با ایران و همین تحریم ها آیا میتونه این هزینه ای رو که شما اشاره کردید برای مردم افزایش پیدا میکنه در حضور خیابانیشون یا مبارزات به دور از خشونتشون کاهش بده؟ آیا قدرت های بزرگ توانایی حمایت از فعالیت مردم در خیابان برای تغییر رژیم رو دارند؟ حتما اینطور هست. ببینید، جمهوری اسلامی یک رژیمی نیست که به دور خودش دیوار کشیده باشه. با دنیا داد و ستد داره، نفت میفروشه، کالا میخره. یک روز اگر کشتی هایی که حامل مواد غذایی هستن در سواحل خلیج فارس یا در دریای عمان نتونن اون کالاها رو پیاده کنن، امور اون کشور مختل میشه، یا اگر نفت نتونن صادر بکنن مشکل پیدا میکنن. جمهوری اسلامی به داد و ستد، اصولا روحانیت و سپاه همه در حال کسب و کار واردات و صادرات هستن. اینها در واقع هم رزق و روزی خودشون ناشی از ارتباطات خارجی هست، و هم حد اقل هایی هم که به مردم میرسه که شب سر گرسنه بر زمین نگذارن. حالا البته یک جمعیتی سر گرسنه بر زمین میگذارن، اما خب اکثریت جمعیت کشور بالاخره لقمنانی گیرشون میاد که شب گرسنه نمیخوابن. اینا ناشی از همین داد و ستدهای بین المللی هست. این داستانایی که آقای روحانی میگه در مورد خودکفایی گندم، اینو حدود من 4 دهه هست هر سالی حرفا رو میشنوم، و بعد هم مرتبا اینها گندم وارد میکنن. اتفاقا در همین دوره انتخابات، اینا رو تو پرانتز خدمتتون عرض میکنم، که در همین دوره انتخابات آقای روحانی گفتن که خودکفا شدیم. قبلش گمرکات اعلام کرده بود که در همون ماهای اول 1.5 میلیون گندم وارد شده. در دوره انتخابات اون صفحاتی که مربوط بود به واردات کشور، اونا رو کاملا از سایت گمرک برداشته بودن، قابل دسترسی نبود، در حالی که قبلش گفته بودن مقامات رسمی که انقدر گندم وارد شده. اینها واقعا احتیاج دارن به اینکه با دنیا داد و ستد داشته باشن. از همین جهت هم هست که رفتار دولت‌های خارجی میتونه واقعا تاثیرگذار باشه. من معتقد نیستم که تمام امور ایران در دست امریکاست، یعنی معتقد به تئوری توطئه نیستم، اینکه آخوندا رو دولت امریکا آورده، آخوندا رو دولت امریکا نگه داشته، من چنین تصوری ندارم. اما واقعا روابط خارجی میتواند بر رفتار جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره، منتها به شرط اینکه دولت‌های خارجی واقعا بخوان که چنین تأثیری گذاشته بشه. در دوره آقای اوباما، در 8 سالی که آقای اوباما بود، چنین حرکتی رو، چنین خواستی، چنین مطالبه‌ای وجود نداشت. اصولا جریان چپ در امریکا بالاخص در طول 10-12 سال گذشته، اینا یک اتحاد نسبتا مقدسی رو یا نامقدسی رو ما میان جریان چپ و جریان اسلامگرایی میبینیم. شما نگاه بکنید در همین امریکا، اگر کسی از اسلامگرایی شیعه، از شریعت انتقاد بکنه، او رو به اسلام حراسی، همین جریان چپ، جریان حزب دموکرات، او رو به اسلام حراسی متهم میکنن. حزب دموکرات، بخش قابل توجهیشون، دولت اوباما، اینها اصولا بر این مسیر نمی رفتن که بخواهند رفتار جمهوری اسلامی را عوض کنند، و دنبال این بودن که یک نوع توازن قدرت در منطقه میان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایجاد کنند، که جمهوری اسلامی اصولا دنبال توازن قدرت نیست،
دنبال این هست که تمام منطقه رو ببلعه. و از اون طرف هم در همین ماجرای هسته‌ای بخش قابل توجه امتیازات عجیب و غریبی رو به جمهوری اسلامی دادن برای اینکه برای 10 سال برنامه رسمیش رو، نه برنامه پنهانیش رو، برای 10 سال این موضوع رو به تعویق بیاندازن. دولت امریکا حداقل چنین اراده‌ای درش وجود نداشت در دوره آقای اوباما. امیدوار هستیم که در دوره آقای ترامپ مسیر عوض بشه. دولت‌های اروپایی هم که واقعا به دنبال رفتار جمهوری اسلامی نیستن. شما وقتی می‌بینید آقای روحانی میره ایتالیا، روی مجسمه‌های دوره رنسانس میان پرده می‌کشند، می‌تونید حدس بزنید که واقعا اینها چه تیپ افرادی هستند. یعنی رفتاری که نخست وزیر ایتالیا انجام میده این رفتار مدیر وزارت بخش ارشاد جمهوری اسلامی است که در سال 58-59 بر سر کار اومده و تمام مجسمه هایی که از دوره پهلوی بود یا از دوره باستان ایران مونده بود، تمام اینها رو یا مخفی کردن یا روشو پوشوندن یا براشون حجاب گذاشتن. دول اروپایی هم که جریان چپ درشون قویه و جریان چپ اصولا مسئله آزادی مسئله اولش نیست، درست، اینا مسائل دیگری رو دارن، اجنداهای دیگری رو دارن دنبال میکنن در دنیا. کاری که مخالفان جمهوری اسلامی به نظر من مسئولیت بالایی رو که اینها دارن این هست که روی جناهایی، روی گرایشهایی در کشورهای اروپایی که واقعا خطر جمهوری اسلامی رو احساس میکنن روی اینها کار کنن، مطالبه داشته باشن، همونطور که آقای دایی فرمودن مطالبات خودشون رو مرتبا به اینها انتقال بدن، خطر جمهوری اسلامی رو واقعا به اینها متذکر بشن که این رژیم چه رژیم خطرناکی است و چقدر میتونه در آینده برای نه منطقه بلکه برای کل دنیا مسئله ایجاد بکنه. درسته. بی نهایت سپاسگزارم آقای محمدی عزیزم. خیلی وقت کوتاهی آقای دایی، تا پایان برنامه داریم، دلم نمیاد این عکس رو به بینندگانمون خصوصا در داخل کشور ایران نشون ندیم. این آقای علی علیزاده با پرچم حزب الله لبنان وسط لندن در یک شنبه جهانی قدس احتمالاً. از شما بشنویم یک دقیقه. که این آقای علیزاده که الان معروف شده کارشناس بی بی سی، ایشون سالیان ساله در کنار یه عده‌ای که چون آقای محمدی به خوبی اشاره کردن در اینجا گرایشات چپ لیبرال دموکرات، چپ‌های وطنی خودمون متأسفانه یا اسم چپشونه، کاری که آقا در انگلستان میکرد با اون استاپ دی وار کوالیشن در کنار جورج گالووی یا جرمی کوربین اینو به نفع جمهوری اسلامی سالهاست همین بی بی سی به اینا سرویس میداد. هر میتینگ و تظاهرات همین علیزاده و بقیه دوستانش میذاشتن بی بی سی پوشش میداد. این حالا چون با عکس حزب الله است خیلی برای هموطنان تعجب انگیز بوده، در حالی که سالهاست داره این کارو میکنه و سالهاست بی بی سی داره به این آقا و دوستان ایشون سرویس میده. بی نهایت سپاسگزارم آقای دایی عزیزم. این نکته رو عرض کنم که وظیفه رسانه افق ایران افشای مسائل نیست، ولی خبرگزاری ایران شهر مشخصا اسناد مربوط به پناهندگی سیاسی علی علیزاده در انگلستان رو پیش از این منتشر کرده و خیلی هم جالبه که کسی که از جمهوری اسلامی به عنوان پناهنده خارج شده حالا چنین کارهایی رو هم انجام میده. خیلی ممنونم آقایان مجید محمدی در نیویورک و حسن دایی در کانتیکت که هر دو بزرگوار با کمال محبت در دیر هنگام شب به وقت محلی در شرق ایالات متحده آمریکا من رو در این برنامه همراهی فرمودید.